سلام خدمت بینندگان عزیز برنامه مشاور شما از تلویزیون AMG من افسانه اسقری و همکارم مهرام ارجنگی در خدمتون هستیم با یه سلسله برنامه هایی در مورد خرید و فروش و اجاره در شهر تورنتو کانادا قبل از اینکه شروع کنم یه توضیح کلی بدم که این برنامه فقط جهت اطلاع رسانی برای شما عزیزان به خصوص افرادی که نیوکامر هستن یا خریداران بار اول یا سرمایه گذارانی که قصد سرمایه گذاری در کانادا دارن ولی در شهر در کانادا زندگی نمی کنن. بنابراین امیدوارم که اطلاعاتمون مورد استفاده شما قرار بگیره مفید باشه براتون و اگر سوالی چیزی دارید که در طول برنامه بهش اشاره نشده باشه از طریق ایمیل میتونید با ما تماس بگیرید تا ما پاسخگوی سوالات شما باشیم همینطوری که میدونید لوکیشن در ریل استیت در همه جای دنیا و همچنین در کانادا نقش مهمی رو بازی میکنه برای اینکه Um, شما اگر یه خونه ای داشته باشید در یک لوکیشنی که ایدئال هست اگر خونه از هر نظر مورد, مورد نظر شما نباشه دوست نداشته باشید میتونید از طریق بازسازی کردن اون رو به سطحی که مورد علاقه شما باشه در بیارید ولی لوکیشن خونه رو نمیتونید تغییر بدید بنابراین ریگاردلس از این که شما هدفتون از این سرمایه گذاری چیه؟ ایدر میخواید سرمایه گذاری بکنید بخواید برای زندگی شخصی خودتون استفاده بکنید باید به مسئله لوکیشن خیلی توجه بکنید سوای این که حالا تورنتو خودش تقسیم میشه به غرب و شرق و شمال و جنوب و مرکز شهر و شهرستان های کوچیکی که هومه تورنتو هست اونا رو من نمیخوام راجبش توضیح بدم چون خودش یک برنامه کاملا مجزا میتونه باشه فرض ما بر این هست که شما تصمیم گرفتید بنا به نیازهای زندگیتون در یک قسمت شهر مثلا شمال شهر زندگی کنید مثلا ایرانی های عزیز خیلی دوست دارن به سمت شمال شهر برن برای اینکه دموگرافی اونجا این بیشتر هموطناشون هستن و در نتیجه نیازهای اولیه زندگیشون رو راحت تر میتونن تهیه کنن یا مثلا فکر کنید به خاطر مسئله کاریتون اگر در تخصصتون در زمینه کامپیوتر و هایتک و اینا هست مثلا ممکنه بخواید به قسمت ایست شهر به قول معروف خریداری بکنید اما ریگاردس از هیچ کدوم از اینا ما میایم یک توضیح اجمالی فقط در مورد لوکیشن میدیم اینکه چه چیزایی رو در یک لوکیشن باید شما مد نظر داشته باشید که در واقع خریدتون یک خرید مناسب باشه یکی از مسائلی که در مورد لوکیشن خیلی باید بهش توجه بکنید اینه که بدونید اون منطقه ای رو که دارید انتخاب می کنید در پنج تا ده سال آینده قرار چه اتفاقی توش بیفته آیا منطقه ای هستش که قدیمی هست قرار ری بشه قرار منطقه ساخته بشه تبدیل به یک منطقه جدیدتر بشه یا اینکه یک ساب دیویژنی هست نزدیک ساب دیویژنی داره ساخته میشه و به قول معروف امکانات رفاهی بیشتری وارد اون منطقه میشه نیروی کاری بیشتر وارد منطقه وارد اون منطقه میشه بیمارستان ساخته میشه یا حالا همه امکانات رفاهی دیگه که همه اینا باعث میشه که نه تنها شما از سیر سعودی افزایش قیمت قیمت ریال استیت به قول معروف بهره ببرید به خاطر این رشد توسعه،, توسعه های جدیدی که داره تو اون منطقه انجام میشه یک افسایش, افسایش رشد و افزایش ارزش ارزش هم روی ملکتون میاد بنابراین یه مثالی براتون بزنم مثلا شما وارد یک منطقه میشید که منطقه بسیار قدیمی خونه ها بین 50 تا 60 سال هستن اون چیزی که از بافت اون منطقه مشخصه اینه که خونه ها در شرایط سنی هستن که دیگه قابل بازسازی شدن نیست یا اینکه اگر بازسازی بشه ارزش بازسازی کردن نداره در نتیجه مردم شروع میکنن یا بیلدرها شروع میکنن وارد منطقه شدن خونه ها رو میکوبن و خونه های جدید لاکچری بزرگ میسازن که در نتیجه خود این مسئله باعث میشه که بافت اون منطقه تغییر بکنه افرادی که وارد منطقه میشن از نظر اینکام بایستی سطح اینکام بیشتری داشته باشن برای اینکه بتونن خونه های لاکچری رو افورد بکنن بنابر این خریدن در مناطقی که میدونیم در 5 تا ده سال آینده قرار یه سری تغییرات اساسی توش انجام بگیره میتونه نقش مهمی در سرمایه گذاری شما داشته باشه بستگی به این داره که هدف شما از خریدتون چی باشه؟ ممکنه که هدفتون زندگی کردن باشه، هدف سرمایه گذاری باشه در نتیجه در هر کدوم از اینا یک فاکتور خاصی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره مثلا شما اگر که قصد سرمایه گذاری دارید در نتیجه باید مطمئن باشید که ملکی رو که می خرید در یک مسیری باشه که پابلیک ترانسپورتیشن اکسس بهش راحت تر باشه um, به مراکزی مثل مثل رستوران و مال و um, امکانات رفاهی دور برش خیلی زیادتر باشه برای اینکه همه اینا کمک میکنه که um, افرادی که بیان بیان اونجا رو اجاره بکنن سریعتر اجاره بکنن بتونید قیمت بهتری برای اجاره ازشون بگیرید بنابراین این برای سرمایه گذاری که فقط قصدتون سرمایه گذاریه و قصد زندگی کردن ندارید این مسئله ترانسپورتشن اینا خیلی مهمه یا اینکه در مورد قبلی که من مثالی که زدم مثلا در یک منطقه قدیمی اگر شما یه چیزی رو بخواید به خاطر میدونید که در چهار بین پنج تا ده سال آینده قرار کاملا منطقه بافتش عوض بشه در نتیجه این باعث میشه که بتونید سرمایه گذاری بهتری بکنید بتونید افزایش ملکتون رو ارزش ملکتون رو در چند سال خیلی بیشتر اون چیزی که در یک مارکت ریال استیت مثلا فکر کنید در یک مارکت معمولی که یک خونه بین 10 تا 15 سال تو اون منطقه هست ارزش بیشتری برش به, ملک شما تعلق میگیره یکی دیگه از مسائلی که باید بهش توجه کنید مسئله دموگرافی منطقه هست باید ببینید که افرادی که وارد این منطقه میشن یا افرادی که بیشتر در اون منطقه زندگی میکنن از در چه شرایط سنی قرار دارن سطح این کامشون چه، چی هست چه چیزایی اونا رو اترکت میکنه مثلا اگر در یک منطقه مد نظرتون هست برای زندگی که افرادی که در اونجا زندگی میکنن خانواده های جوانی هستن که بچه دار هستن بچه هاشون قراره به مدرسه برن بنابراین رنکینگ مدرسه و خود مدرسه نقش بسیار بسیار مهمی در اون لوکیشن داره جاهایی که مدرسه های خیلی خوب داره صد درصد قیمت و منطقه بالاتر هست البته این در همه موارد صدق نمیکنه مثلا شما فکر فرض بفرمایید در قسمت میتان تورنتو مناطقی هست که بسیار بسیار مناطق گرونی هست ولی نسسلی رنکینگ اون مدرسه ها بالا نیست برای اینکه اکثر مردم اونجا بچه هاشون رو به مدرسه پرایوت یا خصوصی میفرستن بنابراین ما اونا رو در نظر نمیگیریم ما افراد معمولی رو در نظر میگیریم که قرار بچه هاشون پابلیک سکول برن و از امکانات پابلیک اونجا استفاده کنن بنابراین اسکول میتونه مدرسه میتونه نقش خیلی خیلی مهمی در اون منطقه داشته باشه یکی دیگه از چیزهایی که توی لوکیشن تاثیر داره اکسسیبل بودنش دسترسی پیدا کردنش به شاهراهای بزرگ شهر هست و همچنین به پابلیک ترانسپورتیشن یا به ایستگاه قطار مثلا فرض بفرمایید اگر شما در شمال شهر زندگی میکنید و قراره که و به دلیل کاری که دارید حالا یا تو فایننس هستید یا هر کاری بنا تج... به تخصص خودتون به قسمت ممکنه داونتاون شهر بخواید ترول کنید او به هر, هر قسمتی ایست وست هر جایی که بخواید برید چند وسیله چند راه برای نقل و انتقالتون هست یا باید یه وسیله شخصی خودتون استفاده کنید که 100 درصد در این صورت ترجیح میدید که از شهرهای بزرگ شهر استفاده کنید یا اینکه ترجیح میدید از پابلیک ترانسپورتیشن استفاده کنید مثلا از قطار زیرزمینی یا اتوبوس بخواید استفاده کنید بنابراین خونهتون باید جایی انتخاب کنید که نه خیلی نزدیک به اینا باشه که اونا در واقع شما رو دیسترب بکنه مثلا خونه هایی هستن که درست توی حاشیه هایوی قرار دارن این خونه ها دفنتی لوکیشن هاشون خوب نیست برای اینکه صدای هایوی اینا رو اذیت میکنه اما اگر یه خونه ای داشته باشید که چهار تا خیابون فاصله داشته باشه که فاصله اکسس شما به مثلا به هایوی پنج دقیقه درایو باشه خب لوکیشن خیلی خیلی خوبی هست همچنین یکی از چیزهای دیگه ای که مد نظرتون باید باشه اینه که امکانات رفاهی که دور اون لوکیشن هست چقدر, چقدر امکانات رفاهی به شما نزدیک هست چه چیزایی اونجا هست مثلا فرض بفرمایید اگر شما در یک شهری زندگی می کنید که توش مرکز خرید داره بیمارستان داره خب صد در صد نیروی کار در اونجا بیشتر هستش صد در صد متقاضی در اون شهر بیشتر هست اینکه مثلا خونه شما در فاصله ای باشه که به فرض اگر بچه دارید کامیونیتی سنتری دور اطراف خونه شما باشه پارک باشه چیزایی که برای رفاه خانواده احتیاج هست در فاصله به دلیل به خصوص به دلیل سرمایه زیاد کانادا بهتر که در فاصله بین پنج تا 10 ده دقیقه‌ای ده خونه شما واقع بشه نه میخواهید خیلی دور افتاده باشه که هیچ اکسسی به هیچ جا نداشته باشید نه خیلی نزدیک باشه که در واقع نزدیک بودن به اونا یک جورایی شما رو دیسترب بکنه یکی دیگه از مسائلی که در لوکیشن حائز اهمیت هست نه تنها این که شما در واقع یه منطقه ای رو انتخاب میکنید داخل همون منطقه همچنین باید یه سری مسائل رو رعایت بکنید آم، کانادا به دلیل اینکه بسیار تنوع نشنالیتی داره دایورس هستش و از ملیت های مختلف توش زندگی میکنن بنابراین منطقه که دارید توش زندگی میکنید باید سامها با استانداردهای فرهنگی آدمایی که تو اونجا زندگی میکنن تطابق داشته باشه مثلا اگر شما در یه منطقه زندگی میکنید که تعداد افرادی که تو اونجا زندگی میکنن چینی, چینی ها هستن چینی ها یه سری مسائلشون در یه سری مسائلی براشون مهمه مثلا در مورد، مثلا مثل این که خونهشون روی تو تقاطع قرار نگیره برای اینکه فکر میکنن که اگر در تقاطع قرار بگیره مقدار زیادی از اموالشون که وارد خونه میشه به همون سرعت از خونه خارج میشه یا اینکه خیلی نزدیک به مسجد و کلیسا و این مراکز عمومی بزرگ نباشه برای اینکه معتقدن که انرژی زیادی رو از زندگیشون میگیره پس بنابراین تو اون لوکیشن اصلی که دارید انتخاب میکنید و, و قراره که وارد یه منطقه بشید جزئیاتی در داخل اون منطقه هست که حتی باید اونها رو هم رعایت کنید برای مثال اگر نزدیک به مدرسه هستید انقدر نزدیک نباشید که ترافیک مدرسه شما را اذیت کنه و انقدر دور نباشید که رسیدن و اکسید به قول معروف به مدرسه خیلی براتون سخت باشه یکی دیگه از مسائلی که میتونه توی لوکیشن مهم باشه این هست که در واقع ببینید وقتی که میخواید خونه رو بفروشید آیا به همون اندازه متقاضی داره یا اینکه این به این قول معروف تقاضا فقط توی یک دوره خاصی برا به دلیل خاصی بوده مثلا فرض بفرمایید یکی یک کارخونه بزرگ ماشین سازی در یکی از شهرهای هومه تورنتو باز شده و یک عالم نیروی کار وارد اون منطقه شده اما هنوز اونقدر استبلیش نشده که به قول معروف قیمت منطقه رو کامل ثابت نگه داره در عرض یکی دو سال ممکنه به دلیل رکود اقتصادی اینا منطقه ارزش خودش رو از دست بده کارخونه بسته بشه نیروی کار از اون منطقه بره در نتیجه شما به آسونی نتونید خونتون رو اون موقع بفروشید و جابجا کنید بنابراین اینا همه نکاتی هست که در مورد لوکیشن باید شما در نظر بگیرید مثلا شهرهایی هستند که مثل شهرهای کوچیکی هستن که بین بین شهرهای نسبتا بزرگتر قرار دارن که اینا البته همه اینایی که دارم خدمتتون عرض میکنم شهرهای افراد اطراف هومه تورنتو هستن در واقع مثلا شهری هست که تعداد جمعیتش خیلی کمه و تقریبا چیز خاصی غیر از مدرسه و افرادی که اونجا زندگی میکنن از به دلیلی که مثلا حالی یا کانادایی های قدیمی هستن که ترجیح میدن در یه منطقه آرومتر زندگی بکنن یا نیروی یا افراد پولداری هستن که احتیاج ندارن نسسلی برای اینکه ترافل بکنن برسن به محل کارش یا میتونن از توی خونه کار بکنن در نتیجه اینا شهرهای کوچیک هستن که نیاز افراد نیوکامر رو ممکنه به اون ترتیبی که شما دوست داشته باشید برآورده نکنه در نتیجه بهتر هست جاهایی رو انتخاب کنید که بیشتر بیشتر نیازای شما رو به خصوص اون چند سال اول بتونه برطرف کنه و در عین حال به این صورت نباشه که فقط به خاطر اینکه نیازتون مثلا به پابلیک ترانسپورتیشنه بیاید روی خیابون اصلی خونه بگیرید برای اینکه بتونید راحتتر اکسس پیدا کنید ولی بعدا که بخواید بفروشید براتون مشکل ساز باشه مسئله دیگه ای که در مورد ترانسپورت در در مورد لوکیشن میتونم براتون توضیح بدم مسئله دموگرافی اون منطقه هست در این حال درسته که کانادا خیلی دایورس هستش ولی هر ملیتی بیشتر توی یک منطقه جمع میشن و اون منطقه رو به خودشون اختصاص بیدن مثلا در شرق تورنتو تعداد چاینیزایی که دارن زندگی میکنن خیلی زیاده به فرض مثلا در غرب تورنتو تعداد افرادی که هندی یا پاکستانی هستند به اون سمت کشیده میشن بنابراین جایی رو که میخواید انتخاب کنید در این حال باید طوری باشه که یک ملیت خیلی اونجا فوکس نکنه برای اینکه بعدها براتون در وقت در به قول معروف فروش خونه بایستی تمام استانداردهای اون ملیت رو رایت کنید تا بتونید اون خونه رو به یک قیمت خوب بفروشید یا اینکه حتی توی اون منطقه در حالی که دارید زندگی می احساس غریبه بودن نکنید بنابراین خیلی مهم هستش که منطقه رو که انتخاب میکنید دموگرافی اون منطقه رو قبرا بررسی کنید که این رو مطمئنا مشاور املاک شما میتونه براتون پیدا کنه و بهتون کمک بکنه که یک مقدار با دید باستر با انتخاب درستر به قول معروف ملکتون رو انتخاب کنید بنابراین در وحله اول اون چیزی که در مورد لوکیشن مورد توجه هستش اینه که هدف شما واقعا باید بدونید که از این سرمایه گذاری چیه بیس آن اون هدفتون خیلی مسیر انتخابتون مشخص تر میشه و پیدا کردن خونه چه برای اجاره چه برای خرید براتون خیلی راحت خواهد بود و خیلی به قول معروف تصمیم گیری عاقلانه و درستری میتونید داشته باشید قبل از اینکه ادامه بدم با همدیگه یه برنامه کوچیکی رو نگاه میکنیم و برمیگردیم و در خدمتون هستم با اینکه بعد از انتخاب لوکیشن چه نوع خونه ای رو بخرید که براتون مفید باشه دوستان عزیز برگشتیم میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم که چه چیزی رو بخریم قبل از اینکه ادامه بدم یه توضیح کوچیک بدم که ما یک برنامه کاملا اختصاصی در مورد اجاره کردن داریم در مورد قانونهای مستاجر مستجر و مالک که همکارم محرام ارجنگی در یک برنامه به صورت خیلی مفصل براتون توضیح میدن. اما از اما در این برنامه اینکه که بخوایم بدونیم که در واقع چی بخریم من اول براتون از نوع مالکیت در کانادا توضیح بدم ما در کانادا دو نوع مالکیت داریم یکی بهش فری هولد یا اون مالکیت خاص می مالکیت کامل میگن که در واقع شما به عنوان مالک هم زمین و هم خونه ای که تو اون زمین هست رو مالکش هستید و شما مسئول هستید که تمام به قول معروف تمام هزینه های اون خونه شامل برق و گاز و آب و تکس و هر چیزی رو که در یک خونه وجود داره شما تنها مسئول اون هستید و در واقع که اگر که بخواید کاری انجام بدید مثلا بازسازی چیزی بکنید احتیاج به نظر پرسیدن از همسایه از منیجمنت کامپانی او از کسی دیگه ای ندارید و شما تنها مسئول و تصمیم گیرنده ملکتون هستید یک نوع مالکیت دیگه کاندومینیوم هستش کاندومینیوم یا همون آپارتمان های خودمون البته که کاندو رو میتونیم در شکل‌های مختلف ببینیم مثلا ما کاندو دیتچ سمی دیتچ کاندو هاوس به مقدار خیلی زیاد داریم آپارتمان های دو, دو طبقه داریم آپارتمان هایی داریم که اسمشون لافته که من میتونم هر کدوم از اینا رو براتون به صورت مجزات توضیح بدم فرض رو بر این میگیریم که در واقع هیچ کدوم در واقع میخوایم در واقع اینطوری تصمیم بگیریم که فرض سوال باید ببینیم که هدف ما از اینکه میخوایم یه خونه بخریم چی هست و برای چه منظوری میخوایم به قول معروف خونه رو بخریم اگر که شما قصد سرمایه گذاری دارید یه کوچولو در مورد سرمایه گذاری توضیح میدم اگر شما قصد سرمایه گذاری دارید بنابر این یکی از چیزایی که بسیار مهم هستش و میتونید بهش توجه کنید این هستش که لوکیشنی که دارید انتخاب میکنید باید به اندازه کافی اکسسیبل باشه بایستی دیمندش خیلی زیاد باشه مثلا به فرض قصد دارید که کاندو بخرید بهتره که این کاندو رو در روی خط سابوی یا در مرکز شهر بخرید خریداری کنید برای اینکه عده زیادی به دلیل کار و به به دلیل مشاقلی که دارن اور به دلیل دانشگاه هایی که در اون منطقه هست مجبور هستن توی اون به قول معروف مناطق شلوختر زندگی بکنن ولی قدرت خرید ندارن در نتیجه شما میتونید برای سرمایه گذاری این کاندوها رو خریداری کنید اور مثلا میتونید خونه هایی خرید بکنید که به قول معروف در نزدیک به خیابون های اصلی هست نزدیک به ترانسپورتیشن هایی هست که دارن میسازن مثلا خطای خط خط اتوبوس سری رو دارن درست میکنن از سمت شرق به غرب تورنتو که این باعث میشه که خونه هایی که در نزدیکی در حوالی اون به قول معروف مسیر اتوبوس هستش قیمت خیلی بره بالا خونه که میتونید اونجا بخرید میتونید خونه تکی بخرید میتونید دوپلکس بخرید خونه های دوپلکس خونه هستن که دو طبقه هستن ولی دو فاید کاملا مجزا هست هر کدوم کنترل برق خودش کنترل گاز خودش رو داره ولی در واقع از یک یک سند رو دارن یا ترایپلکس میتونید بخرید میتونید فورپلکس بخرید خوبی خونه دوپلکس و ترایپلکس و فورپلکس معمولا اینا هستن که اینا روی خیابون اصلی قرار میگیرن در نتیجه اکسسیبل بودن به پابلیک ترانسپورتیشن خیلی سریع هست و این باعث میشه که یک عالم مستجرین رو که وسیله نقلیه ندارن یا میخوان سریع به ترانسپورتیشن اکسس داشته باشن میتونید اونا رو اترکت کنید میتونید پول بهتری بگیرید و وقتی که این به قول معروف این تسهیلات به پایان رسید مثلا اگر که دارن یک سابوی رو راه میندازن به سابوی کارشون تموم شد اون وقت هستش که ارزش خونه شما خیلی بالا خواهد رفت در غیر, غیر از سرمایه گذاری اگر که بخوایم به مسائل شخصی و نیازهای شخصی توجه بکنیم بستگی به میزان ای که شما دارید و بستگی به نیازتون میتونید خونه هایی رو که به خرید متفاوت باشه مثلا اگر مشکل مشکل و محدودیت بودجه ندارید 100 درصد خونه های دیتچ یا سینگل یا خونه هایی که از به قول معروف از هر طرف آزاد هستن و به هیچ پراپرتی دیگه وصل نیستن میتونید از اونا خریداری کنید که در واقع از بهترین نوع خریداری هست شما در یک خونه دیتچ آزادی عمل 100 صد درصد دارید که هر کاری رو که میخواید انجام بدید از بازسازی گرفته تا تغییراتی که به قول معروف دوست دارید انجام بدید میتونید انجام بدید بدون اینکه احتیاج باشه از همسایتون نظر بخواید اگر که بودجه محدودتری دارید خب میشه خونه های تاون هاوس یا سمیدی تش خرید تاون ها معمولا چهار یا پنج یا شش تا خونه هستن خوب من که به همدیگه چسبیدن از دو طرف دیوارها به هم دیگه وصل میشن ولی به دلیل اینکه فضای خوبی برای زندگی دارن برای خانواده هایی که تازه دارن شکل میگیرن بچه کوچیک دارن محیط بسیار خوبی هستش برای به قول معروف برای بزرگ کردن بچه ها یا سمیدیتش ها خونه هایی هستن که معمولا از یک دیوار به همدیگه وصل میشن در واقع دو تا خونه به همدیگه از طریق یک دیوار میانی با همدیگه وصل هستن خب در مورد این خونه ها به هر حال چون که قیمتشون پایین تره بودجه محدود تره یه سری رستریکشن هایی داره مثلا بایستی مراعات همسایه بیشتر بکنی یا مثلا اگر که بخوای یک سخفی تعمیر بکنید معمولا سعی میکنید که با با هم در یک زمان این کار انجام بدید برای اینکه هارمونی به قول معروف خونتون توی اون کوچه به هم نخوره اما اگر که بچه دا بچه ندارید و در عین حال مثلا یک کاپلی هستید که تازه ازدواج کردید یا دوست پسر دوست دختر هستید که محل کارتون در دانتان هستش و میخواهید که معمولا از پابلیک ترانسپورتیشن استفاده کنید وقتی بیشتری رو سیو بکنید معمولا میرید از کاندوهایی که روی خط ساوه روی خیابونای اصلی هست اونا رو خریداری میکنید بعضی ها هستن که دوست دارن در کاندو زندگی کنن یه توضیح کوچیکی راجع به کاندو بدم کاندو در واقع شما همینطور که گفتم شما مالک اصلی زمین نیستید شما فقط مالک یونیتتون هستید اگر پارکینگی داشته باشه یا لاکری داشته باشه مالک اون هستید ولی حق استفاده از مشاعات اون بیلدینگ رو دارید اما اونرشون نیستید برای داشتن یه همچین خونه ای شما بایستی یک ماهانه ای رو یا چارج ماهانه ای رو بدید برای اینکه یک منیجمنت کمپانی هایی هستن که در واقع بیلدینگ رو منیج میکنن کاراشو انجام میدن و شما در واقع بابت هزینه هایی که برای نگهداری این بیلدینگ داره انجام میشه شما ناچارید یه پولی رو بدید حالا خود این ها مدل های مختلف داره مثلا شما دوست دارید در داونتان تورنتو زندگی بکنید و خونه های تاون هاوس های فری هولد بسیار بسیار گرون هست اونجا در نتیجه اگر دوست دارید که یه جایی زندگی بکنید که حس خونه بودن رو بهتون دست بده ولی به اندازه یک خونه گرون نباشه مثلا میتونید از کاندو تاون میتونید کاندو تاون هاوس خریداری کنید یک سری دی... یک سری یک سری دیگه از آپارتمان کاندو هستش که در واقع بهشون لافت میگن لافت ها خصوصیات مخصوص به خودشون دارن با آپارتمان ها فرق میکنن اینا معمولا سایزاشون بزرگتر سخف های خیلی بلند دارن در خیلی مواقع از ساختمان های قدیمی توی وسط شهر استفاده میکنن اونا رو ریستور میکنن دوباره سازی میکنن و اینا رو به شکل کاندوها در میارن معمولا دیوار دیواراش یک قیافه هارشی داره که با آپارتمان های معمولی یه مقداری فرق میکنه مثلا تاسیساتش بیرونی هست میتونید ببینید دیوارا آجوری هستن سخفای خیلی بلندی دارن و اینا افرادی که در واقع خیلی پروفشنال هستن دوست دارن تو مرکز شهر زندگی بکنن ولی دوست ندارن یک آپارتمان معمولی که خیلی به قول معروف خیلی آپارتمان نرمالی هست از اونها استفاده کنن نشون میتونن این نوع چیزها رو این لافت ها رو خریداری بکنن یکی دیگه از مدلای خریدتون میتونه کو uh, اونرشیپ باشه که اینم uh, در مورد ده, که در واقع اینم یک نوع کاندو هست که در واقع شما یک um, جزء کوچیکی از اون اونرشیپ um, کل بیلدینگ رو می خرید و اینا اصلا پاپیولر نیستن اما چون قیمتشون بسیار بسیار کم هست در مقابل کاندوها به قول معروف هستن افرادی که ممکنه اینترست علاقه من باشن که اینا رو خریداری بکنن یکی از چیزهایی که در مورد کاندو باید حتما شما در نظر بگیرید مسئله مینتننس فیشه خیلی از مردم خیلی از مهاجران دوست دارن که وارد یه کاندوی رو بخرن که به فرض خیلی نو باشه و کسی تا حالا توش نرفته باشه در مورد خرید کاندو یکی از چیزهایی که باید در نظر بگیرید بیلدری هست که اون کاندو رو میسازه برای اینکه بیلدرهای مختلف های مختلف دارن و بیلدرهایی که معروفتر هستن ساختمونهایی که ساختن هایی که استفاده کردن بهتر هست در نتیجه شما اونا رو ممکنه یه مقداری گرونتر بخرید ولی در در موقع فروش به همون اندازه به خاطر پاپیلر بودن این بیلدرها و بیلدینگاشون شما اینا رو بهتر خواهی فروخت یه من مسئله دیگه ای که در مورد مینتنس فی داشتم براتون توضیح میدادم این بود که یکی از مسائلی که تو مورد خرید کاندو باید بهشون توجه کنید مینتنس فیه هر چقدر سن خونه سن, سن آپارتمان بالاتر میره مینتنس فیش بالاتر میره بنابراین در آپارتمان های جدید همون در شروعش اینا مینتنس فیشون بالاتر هست بنابراین شاید بخواید کانسیدر بکنید آپارتمان هایی رو که یک مقدار قدیمی تر هست نه خیلی قدیمی تر مثلا آپارتمان 5 ساله 4 ساله خریداری بکنید به خاطر اینکه اینا هم سایزاشون معمولا بزرگتر هست هم بیلدینگ استابلی شده تر هست و هم اینکه شارژی رو که میدید معمولا میتونه برقتون رو یا گازتون رو یا هر دوتا رو یا یکی از این دوتا رو کاور بکنه دوستان عزیز امیدوارم که اطلاعات مورد استفاده شما قرار گرفته باشه در با برنامه بعدی همکارم مهرام ارجنگی در خدمتتون هست که در مورد همونطوری که صحبت کردم در مورد رنت با شما صحبت خواهد کرد و در خدمتتون هستیم با برنامه های بیشتر امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه امیدوارم که اطلاعات به اندازه کافی بهتون رسونده باشیم و اگر که سوالی کانسرنی چیزی داشتید همینطور که اول برنامه گفتم میتونید به ما ایمیل بزنید و ما در خدمتتون هستیم که پاس محکوعه سوالات شما باشیم روز روزگار بهتون خوش منتظر هستیم تا برنامه بعدی شما رو ببینیم